نخست وزیر کانادا به همراه مارک میلر وزیر امور مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی در کانادا روز پنجشنبه برنامه‌های مهاجرتی 3 سال آینده کانادا رو اعلام کردند. این برنامه‌ها که در واقع اصلاحیه‌ای هست بر برنامه‌هایی که پیشتر اعلام شده، تعداد مهاجرانی رو که قرار هست کانادا بپذیره در 3 سال آینده کم کرده. قرار بود قبلا در طول 3 سال کانادا 1,500,000 نفر مهاجر جدید بپذیره، اما در این برنامه‌ها مشخص شد که در سال 2025 395,000 نفر، 2026 380 و در سال 2027 کانادا فقط 360,000 مهاجر جدید رو خواهد پذیرفت. علت این که تعداد مهاجران در کانادا کم شده این هستش که در واقع بحران‌هایی به وجود اومده از تعداد زیاد مهاجران در کانادا، به ویژه کسانی که با وضعیت اقامت موقت در کانادا زندگی می‌کنن، بحران‌هایی مثل مسکن، گرانی و بحران خدمات اجتماعی و بهداشتی که حالا دارن سعی می‌کنن با اصلاح تعداد مهاجران پذیرفته در طول هر سال این بحران‌ها رو پشت سر بگذارن. قرار شده که 40% از این افرادی که قرار هست به عنوان مقیم دائم در کانادا پذیرفته بشن از میان کسانی باشند که در حال حاضر با وضعیت اقامت موقت در کانادا هستند، چرا که اینها احتمالاً مسکن دارند و نیازهای اولیه خودشون رو تأمین کردند و حالا آماده این هستند که به سیستم این کشور کمک بکنن. اما بسیاری هم مخالف کاهش تعداد مهاجران هستن، چرا که مثلا در مورد کادر پزشکی فکر میکنن که با کمبود نیرو مواجه خواهند شد. در گزارشی که در گلوبن میل هم منتشر شده بود روز پنجشنبه گفته شد که 5 میلیون نفر از 40 میلیون کانادایی در حال حاضر دسترسی به پزشک خانواده ندارن که عدد قابل توجهی هست. اما خب خیلی ها هم ادعا میکنن که بعد از پذیرفتن مهاجر کانادا باید آسونتر بگیره به کسانی مثلا در کادر درمان تا بتونن سریعتر در کار تخصصی خودشون مشغول به کار بشن. این فقط مختص پزشکان نیست، البته برای کسانی که رشته های مهندسی خونن یا تخصص هایی دارن که احتیاج دارن اینجا دوباره تحصیل بکنن تا به اون تخصص خودشون بتونن برسن، این موضوع صدق میکنه. در نهایت صحبت های جاستین ترودو در انتها اینگونه تمام شد که سیستم مهاجرپذیری برای کانادا سیستم بسیار ارزنده‌ایه که در طول 150 سال گذشته به رشد و رونق این کشور کمک کرده و همچنان باید ادامه پیدا کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.